سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید بیننده های برنامه کاکتوس پلاس بالشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. امروز قرار است که میزبان چهره آشنا در میان زنان مبارز افغانستان باشیم، کسی که همین چند وقت پیش میزبان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل جهانی بود و این فوق‌العاده است، از افغانستان، اما به هر دلیلی موفق نشد که جایزه صلح نوبل را از آن خود کنه. به هر صورت امروز او در افغانستان است، در کنار دیگر زنان افغانستان حضور دارد و از به قول خود از حق و حقوق زنان در افغانستان دفاع می کند. اما منتقدان او در بیرون از افغانستان به این نظر هستند که خانم محبوبه سراج در صحبت‌های خود به صورت حرفه‌ای و سیستماتیک از گروه طالبان و رهبر طالبان و فرمان‌های زنستیزانه طالبان حمایت می کند. نظر منتقدان محبوبه سراج در برابر او این است که محبوبه سراج بیشتر تجارت می کند تا دفاع از حقوق زنان. خانم ها و آقایان، این شما و این مهمان امروز کاکتوس پلاس بالشکری، محبوبه سراج. سلام و وقت بخیر خانم محبوبه سراج، چهره آشنا برای زنان و مردم افغانستان، زنان و مردان افغانستانی که امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسانهای ماجراجو و مبارزجو دارند و بدون شک شما یکی از همان افراد برای جامعه افغانستان هستید، هرچندی که شما هم منتقدان عملکرد و فعالیت‌های بشر دوستانه خود را دارید. خانم سراج، ما به شما خوش آمدید میگم و سپاسگزار که مهمان برنامه کاکتوس پلاس بالشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا شدید. تشکر لشکری صاحب، خوش هستم که در پروگرام شما هستم. زنده باشین از اینکه مرا مهمان کردید. تشکر. ما در شروع میخوایم که روز جهانی حمایت از زنان، دفاع از زنان و روز جهانی زن را 8 مارچ را به شما و به تمام زنان افغانستان مبارکباد بگویم. امیدوار هستم که این روز آغاز یک روند مثبت و خوب برای زنان افغانستان باشه. انشالله خداوند لای دعای شما را قبول کنه، ای دعای خودمون بس و تمام مانا انشالله. خانم سراج، ما در شروع میخواییم از شما یک سوال بسیار زیاد کلیشه‌ای و تکراری اما بسیار زیاد مهم و اساسی را بپرسم. شما در کابل هستید، هرچندی که همین حضور شما در کابل بحث برانگیز هست، اما من این را به فال نیک میگیرم تا از شما آخرین احوال زنان افغانستان را بدانم، آخرین احوال دختران خانه‌نشین افغانستان را بدانم که چیست. وضعیت در افغانستان بر زنان مرز و بوم کشور ما با قیادت و حاکمیت طالبان چی میگذره؟ به حد یک سوال خوب است لشکری صاحب. من امروی زنای افغانستان و دخترای افغانستان سرکار دارم، رای کلشان نیم علم دارم، رای مو تعداد و گروپی که به دور پیشم هستن، من میتونم به اونا برسم و اونا میتونن به ما برسن، ما از اونا با همدیگر میبینیم و یعنی میفهم اوضاعشان. اوضاع زندگی زنای دامن افغانستان به هیچ صورت یک اوضاع خوب نیست و ای از هر نقطه نظر، از نقطه نظر اقتصادی خوب نیست، از نقطه نظر روانی خوب نیست، از نقطه نظر آزادی های فردی خوب نیست، از هیچ نقطه نظر از امیچ برای زن افغانستان اوضاعش خوب نیست به هیچ صورت. خانم سراج، تمام مشکلات زنان افغانستان که در این روزها البته زنان با او دست به گریبان هستند را شما برشمردید. مگم یک سوال بسیار بزرگ برای ماهایی که در بیرون از افغانستان هستیم ایجاد میشه. پس چرا با وجود این همه فشارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر روی زنان افغانستان صدای اعتراضشان کم شده؟ یا بهتر است بگوییم که صدای اعتراض کاملا به یک سکوت
تبدیل شده به هیچ صدای اعتراضی از زنان افغانستان و جهان مخابره نمیشه. ای دلیل داره. یک دلیل به نظر من. دلیلی که وجود داره به خاطر عزیز که یک مقدار چیزهایی که در زندگی دخترها باید واقع شوه و زنها واقع شوه که عبارت اجازه کار و عبارت از تحصیل و عبارت از امی مسئولیت فردی و عبارت از آزادی برای زی که بتانن خود پیش دکتر برسانن یا امی باز آزادی هایی را که انسان ها می داشته باشه این را فهمیدن زنهای افغانستان که برای زی دیگه هر قدر که داردار کردن هیچ کس صداش به جای نرسید و اینا مجبور شدن که صبر کنن ببینن که دنیا بالاخره ده این مسئله چی رقم فیصله میکنن و چی رقم خواهد شد. در این زمان یک تعداد از خواهرای ما که میخواستن از افغانستان به یک رقم نه یک رقم براین اونم برام دیگه کس نماند. دیگه کس نماند که راسی دعوا و فریاد بکنه. اینو باور کنید. اما شما خوب جز کسانی بودید و هستید که نه نیازی به داردار و فریاد کردن به خاطر رسیدن به خارج داشتید و نه از کسی ابایی دارید. شما که در افغانستان هستید پس چرا صدای اعتراض شما شنیده نمیشه در خیابان ها؟ صدای اعتراض ما در خیابان ها درست نیست جان. به خاطر از اینکه ما هم اینا میشینن مثل مرد و دخترای دیگر که صدایشون خاموش کردن و اینا مجبور شدن که بخیزن برن از افغانستان و یا هر رقمی که بود ما صدای ما میش بلند میکنم جان. منتها رقم صدا بلند کردن من قراره که گفتم نسبت به صدا بلند کردن دیگه مردم فرق داره. با دلیلی که فرق داره به خاطر از این که ما اون خاطر میتونم دست بزنم و درایم دامنش و کار بکنم سرش و امیدوار هستم که یک نتیجه بگیرم که ما زورم میرسه با. اگر از زور و قدرت ما بالاتر باشه مثل راگشتن به سر سرکا مثل چیخ زدن چیزایی ره که همی حکومتی هم که اصمه را گفته که نکن دیگه نال اگر من این کار بکنم مانا میتونم که ما میخوایم به قصد خود به خطر پرتم برای ازی که ما از بین برم و در نتیجه هیچ صدای از افغانستان نبرایم. این رقم خوب به نظر ما درست نیست. ما خود تابال تانستیم به هر آلتی که هست و می تمام برای تمام خوارا و برادرای مدامین افغانستان و برای تمام مردمی که به دنیا علاقه دارن و می خواین ببینن که چی رقم یک چیز دیگه هم امکان داره ما صدا خود کشیدیم و ما کار کردیم و هنوزم کار میکنم. اما شما در جایی یعنی در جای از صحبت های خانم سراج شما در جایی از صحبت هایتان زنان افغانستانی که ماهای پیش یا سال گذشته با آمدن به روی خیابان‌ها اعتراض می‌کردند در برابر محدودیت‌هایی که طالبان بر سر آنان ایجاد کرده آنها را متهم می‌کنید که یک راه مناسبی برای خروجشان از افغانستان بوده یا مبارزه‌شان برای رسیدن به یک زندگی متفاوت در بیرون از افغانستان بوده. من درست فهمیدم صحبت‌هایتان یا نه؟ با تمام مانا درست فهمیدین. بله من یک گپ زدم به خاطر از اینکه از ما بین از اون دخترها بغیر از یکی از این خود دخترها که امروز دامن پل چرخی بندی است به خاطر که عکس چیره پاره پاره کرده بود یا در داده بود یا هر چیزی که کرده بود دیگرایشون کجاشون برامد دیگرایشون نیستن دامن افغانستان کجا هستن دخترها خود نیستن دخترها در کجا هستن همیانه لشکری سه اونا خود برامد. پس شما فکر میکنید که صداهای اعتراضی هم که در درون افغانستان که یک تعداد زنان و دختران به نمایندگی از گویا تمام زنان افغانستان در خیابانها بلند میکردن صدای اعتراضی واقعی نبوده و یک هدف غیر از دفاع از حقوق زنان داشتند؟ نه صدای واقعی بوده مگر صدای یک عده بود. صدای کل زنان افغانستان نبود. این رو باید بفهمید. صدای کل زن افغانستان نبود. پس زنان افغانستان صدای واقعی زنان افغانستان چی از خانم سراج؟ برای من بگوی زنان واقعی افغانستان با صدای خود چه چیزی رو بیان میکنن که متفاوت تر از او صداهای خیابانی است؟ زنان افغانستان اولی که به صورت عموم ایره باور بکنین اینا به صورت عموم بسیار داردار نمیکنن. این یک خاصیت اموچی زن افغانستان نیست در حقیقت و چون اینا بساری های از اینا به یک حالت چی برتان بگویم امرای صبر و حوصله دارن که تحمل میکنن بخاطر که یادتان نره که برای بساری از این فامیلا امیال آذر اگر اینا براین و اینا بسار صدا کنن و بسار مشکلات با وجود بیارن فامیلای از اینا به خطر اینا نه فامیلای خود اینا نمیخواین که به خطر برسن
و دیگه ای که امی خود از این مسئله از امی که در روی سرکا براین و امینا خدر بکنن برای بسیار زن افغانستان این مسئله بسیار خوشایند نیست. اندخته نظر احترامی که دامن فامیل دارن، اندخته نظر امو زن بودنشان و مسائل فامیلیشان ایره ایچی مسئله نیست که کلگیر خوششان به که بخواین که دخترها و زناشان در سر سرکا براین و صدای زینا براین. از اون خاطر اینا به صورت عموم کوشش میکنن که هر کس با مرقم خود بکنن امو چی میگن امو مبارزه خود برقم. اینا اگر ما بتانیم قبول کنیم که مبارزات فقط امی نبینیم که مبارزه نمیست که اینا در سر سرک مبراین یا سر سرک هم نه یک چهار پنج نفر دختر استاد میشن و پلاکاردها به دستشان است و میگن یک چند چیز سر صدا میکنن. ما ایر دیدیم، ما ایر شنیدیم، مگر یادتان نره که در این زمان دنیا هم میخواه کمی چیز ببینه و بشنوه و خاطر ازی که برای اونا هم دلچسب است که زن افغانستان اینم تو کارها بکنن که باز اونا یک دلیل داشته باشن بگوین او والا ما زنهای افغانستان کمک میکنیم. زنهای افغانستان کسی با مرقمی که لازم است کسی کمک هم نمیکنه، باور کنید. و خاطر ازی که اینایی که کار دارن و اینایی که میخواین برشان کمک شوه، اینایی که میخواین نقطه نظر اقتصادی سر پای خود استاد شوه، اینایی که میخواین که راستی صدای از اینا دامن خانوادهشان حساب شوه که دوست یگانه صورتی که میشه که اینا قدرت اقتصادی باشن، این مینار دنیا مرقمی که قرار است کمک نمیکنه، یک رقم میکنه، یک تعدادشان میکنه، اما کلی گیر نیو ترکایی که بدل آدم بگرده که نه والا امینار پرورش میتن، امینار قوی میسازن که امینا میتونن در سر پای خود استاد شون و به خانواده خود یک عضو خانواده باشن که راستی گپ از اونها رو شوهر و برادر و کاکا و ماما و همه چیزشون قبول کنه. اترکایی کس نمیکنه. و در این زمان شکری سب افغانستان دابن یک بازی بسیار کلان چی سیاسی دنیا هم بند. اما دختر نظر منطقوی اما دختر نظر بند. دیگه نان ده اینجا ای که ما ده ای وسط چی میکنیم بسیار یک رول کلام داره. خانم سراج، پس من یک سوال بسیار زیاد کلیدی دارم از شما که مطمئنا زنان افغانستان هم میخوان جوابش از شما بشنون. شمایی که آمدن به روی خیابان ها و صدای اعتراض بلند کردن در برابر طالبان را راه حل نمیدانید برای دفاع از حقوق و به دست آوردن حق و حقوق، پس شیوه مبارزه در برابر طالبان و محدودیت هایی که بر زنان ایفا کردن و اجرا کردن و ایجاد کردن را در چه میبینید؟ چگونه زن باید در افغانستان مبارزه کنه که موفق شود؟ لشکری صاحب، اولی که زن به تنهایی خود دامن افغانستان مبارزه کردن نمیتن. افغانستان شکر خدا مرد هم داره. اینال در پالوی عزیزن ها باید مردای افغانستان استاده شد. و این مبارزه باید از ذریعه تمام مردم افغانستان واقع شود. ذریعه زن و مرد افغانستان. او پدر باید احساس کنه که اگر دخترش مکتب رفته نمیتونه و یا درس خوانده نمیتونه، تحصیل کرده نمیتونه، یک ضایع بسیار کلان برای خانواده ازوست. او برادر باید امیر احساس کنه، او شوهر باید امیر احساس کنه که اگر یک خانم را امرش عروسی کرده که خانم تحصیلات و چی نداره که اولاد بهتر بر جامعه بته، او باید بفهمه که اینمی مسئله به نقص جامعه افغانستان است. ما باید یک دفعه طرز فکر خوده لشکری سب ما باید یک کمی تغییر بتیم. تغییر چه رقمی بتیم؟ ما باید تغییر بتیم که یک دفعه افغانستان به صورت کل ببینیم، از هر نقطه نظر امرای زن و مردش، و یک رقمی ببینیم که ما با ایسی افغان ها چی کرده میتانیم. لشکری سب ما چی قدرت داریم؟ قدرت ما تنها بر از این نیست که ما بزنیم بریم چیخ بزنیم سر سرکا. قدرت ما مابین از این است که ما استاد چایم پر سر یک مسئله، ما ادامه بتیم مجادله خدا، ما بر دنیا بفهمانیم که ما هستیم و تا اون مسائل برای ما حقیقت است. اگر در دست حقیقت است، اگر کمرسی دست نارسی به یک خوشی ها و خوبی های زندگی حقیقت است، اگر ما پول نداریم حقیقت است، اگر ما نان نداریم حقیقت است، و تا اون از این ما را باعث افغان بسیار آزار میده و ما باید برای یک چاره کنیم. شما براتون قسم میخورم که مسئله امی فقر افغانستان که یک رقم یک حالت شده دامن از این مملکت هم یاله که من هیچ براتون گفته نمیدم. این تنها قصه زن افغانستان نیست لشکری سب، این قصه زن و مرد افغانستان است. یک رقم مردم به امرای ما گپ میزنن، از ما کمک میخواین و یک حالت های را بر ما میگن که من هیچ براتون گفته نمیدم و اینو بیچاره شده.
به خاطر از اینکه اینا میخواین کار کنن. دامن از مملکت باید کار با وجود بیاید. دامن از مملکت باید اقتصاد شور بخوره. دامن از مملکت باید زندگی حالت نرمال خود بگیره که بغیر از اینکه ما مردم هم کار کنیم کس دیگه نمیکنه. دنیا خارج نمیکنه. این حکومت هایی که میاین که چند روز بعد میرن اینا نمیتونن کده. این ما کده میتونیم بشکریز. ما باید بکنیم. باور کنیم. و این ما باید امرای اترکایی نمیشه که یک جوپا یک گروپ از یک جای میخیزه بازی میخواه داردار کنه بازورم برای چی که قدرت بگیره بخاطر از این که قدرت به زمان پیشتر به دست خود داشت و افغانستان به خاک خود رسید بازورم پس بخواه که آل بگیره برای از این که مثل میکنه ایچ نه دیگه آل امو پول و پیسه و دارایی و امو احترام نداره نی ببخشید ما کارشان نداریم جدی برتان میگم نیر بدونم از آق میگم ما نداریم و کار نداریم اون مردم ها را که دیگه باز پس بیه چی گفته پس من دامن افغانستان چی گفته لشکری سب چی گفته من و امیال یک حالت را دامن افغانستان اینا از در بیرون از افغانستان با وجود آوردن که هیچ امو یک جای شدن ما مانای خود دست داده ما داریم از هم می پاشه لشکری سب بسا قلبکی از هم می پاشه و اگه ما این رقم از هم بپاشیم ما این مملکت نمی داشته باشیم باز پس هم بتانیم برو نگاه کنیم میره برتان واده میتون نمی باشه این سرزمین گم میشه تکت تکت میشه اما تا یه چیزی میخواین این مملکت خورد قندول نازنین ما که افغانستان ماست یکی صدا میکنه که من افغان نیستم یکی صدا میکنه که قومیت چطور است یکی دیگه صدا میکنه قدرت ما مان یکی دیگه صدا میکنه یک بلای دیگه ما رو دیوانه کن و تمام بدبختی ها یکی دیگه کمرش دامن جرسه بشینی میگن که کمک های با چی نه بشر دوستانه رستاد کنین یکی دیگه شک چیز دیگه میگه و کنشون دامن بیرون افغانستان چطور چکم باشنم سیر این چطور امکان داره این چطور امکان داره لشکری سیر این رقم خوشده نمیتونه ماخ باید بیدار شویم چی حال است ما باید بیدار شویم ما باید سوال درست کنیم ما باید مجادله درست کنیم مزه درست کنیم این رقمی ما نمیتونیم ادامه بدیم ما در این زمان مردای ما باید دفاعی ما استاد شد عالم اینا افغان خوش دارن راستی یکی میره باید بشینن بر ما بگوید که راستی مردای افغانستان به حد تبتشون ساق است بسیار خوب خانم سراج من میخواهیم که یک سوال بسیار تاریخی از شما بپرسم من میدانم که این ریشه در فرهنگ ما داره اما به هر صورت ما از امروز میخوایم صحبت کنم چرا زنان افغانستان در میدان نبرد تنها ماندند چرا مردانشان در کنار زنان نایستادند چرا همین زنانی که به نشانه اعتراض در برابر میل تفنگ طالبان ایستادند تا حتی از حقوق مردانشان دفاع کنند مردان افغانستان آنها را تنها گذاشتند یه جمله از اون سوال هاییست که باور بکنین زیاد از خود کرده برای سالهای سال و چیزی که من از آمین باز افغانستان دیده بودم یا میفهمیدم من افغانستان اموتر نمشناختم تا به یک حد راستی من فکر میکردم که دامن افغانستان گرچه که به تاریخش به صورت عموم استاد نشدن مردا با پالوی زنهایشان مگر مردها باز برای دفاع زنهای افغانستان به حد و اندازه به درستی استاد شدن و بسیار به درستی هم دفاع کردن از ملک خود دفاع کردن از دفاع کردن از تمام از این کارا را کردن اما این دفعه اوضاع یک رقم فرق داره راستی و اینمی فرقی که دامن اوضاع است اینمی باعث شده که امی چی برتون بگویم یک رقمی شده که مردا فکر میکنن که اونا بسیار چیز از دست نمیدن امرای از این حاله اونا چیز را دست نمیدن کسی که فکر میکنن که اگر اینا زن هستن فقط که چیز را دست میدن و مردا دامن افغانستان چیز را دست نمیدن بخاطر از اینکه خب فرض کنیم یک مسئله ریش ماندن است یا فرض کنیم مسئله از ایست که پرانتنبان بپوشن است بجای یک دریشی یا مسئله از ایست که درست است دیگه زندگیشان هم امترکایی تیر میشه دیگه تعلیم از نقطه نظر تعلیم هم لازم شاید قدر نباشه که زن افغانستان درس بخونه خودشان خب میتونن خودشان میتونن مکتب هم برن تامزی کار رو اینی از این باعث شده که اینا اینم ترکایی یک حالت رو بخواد بگیرن اینم یه حالت تره که پس شما خانم سراج پس شما فکر میکنید این بعضی از قوانین گروه طالبان یا بعضی از فرمانهای رهبر گروه طالبان در برابر زنان این ریشه در تاریخ فکری همه مردان افغانستان یا تعداد زیادی از مردان افغانستان داره شما میخواهید بگویید که همه مردان افغانستان که امروز طالب هم نیستند
با طالب مشکل دارن، اما با فرمان ملا آیت الله مبنی بر بسته شدن مکاتب مشکل زیادی ندارن. درست است؟ من درست فهمیدم؟ یعنی متاسفانه من راستی فکر نمی کردم که همونطور یک چیز باشه، مگر اما همونطور یک چیز خب معلوم میشه، گرچه که کل مردای افغانستان تو نیستن، در جای شک نیست، راستی نیستن، اما یک تعداد بسیار زیادش باش فرق نمی کنه. اترکایی نیست که اونا نک بگوین که زنا قطعا تحصیل نکنه، اما اگر کدام خلایی دامن می آید و یک چیز واقع میشه که استاد شده برای زنایی مثلا، یه بسیار به حالت از اونا تحصیل نمی کنه، به خاطر زندگی خودشان با محالت که قرار است او روان است، دیگه چرا بر سر از اونا تحصیل نمی‌کنه؟ اینی رو ما نفهمیدیم، اینی راست بگیم برای من بسیار نو است که ما خودم هم ایران ماندیم که این چرا تو راست، یعنی چرا فیصله شد دفعتن که ما باید 100 سال پس بریم با 100 سال دیگه هم پس بریم، باز هر واقعی که میشه باز باید ما پس بریم، کلتور ما باید تغییر بخوره، زبان ما باید تغییر بخوره، همه چیزا باید تغییر بخوره. ما از این مملکت زبان روان بود و دو دانه زبان روان است به رسمی، یکیش فارسی پشتو و ایتو گم شون هر دوشو، یا یکیش یکی دیگه شد زور کنه بگیره. اما افغانستان بسیار این فرق نمیکنه، ما حیران میمونم چرا فرق نمیکنه، باید کنه. دختراشون برای تعداد زیادش بسیار فرق میکنه، هنوز یک تعداد محدودش هست شاید نمیکنه، یک تعداد هست، اما یک تعدادش هست، یک تعداد مرد افغان است که نمیاره باور بکنین به طول از این مدتی که امروی دختر زندگی های خود فدا کردن برای که دخترهاشون درس بخورن و امروز دلکایشون با حالت کپیدن است که این دختر میتونن که ادامه بدن، اما یک تعداد دیگه است که با حالتشان هیچ فرق نمیکنه، با اونم تعدادی که با حالتشان فرق نمیکنه، اونا پولی ماستاد نمیشه. اونا الزاماً منظورتان این است که طالب هم نیستن، با طالبان مشکل هم دارند، طالبان را نمیپسندنم، اما برایشان این که زنان درس نخوانه چیز بسیار زیاد مهمی نیست، درست است؟ نه آبال، یا بدلشان میگرده که خوب برای یک مدت نمیخوانن چی فرق میکنه، بس بیا زورسی میکنه. موضوع همیش به کلی مرد پدر افغان امو چی برتان بگویم، اونمو جواب است که جای بسیار سوال ها گرفته، میگه خود دخترش باید آرسی کنه، دخترش باید آرسی کنه، در این جای شک نیست، او باید فامیل خود ترتیب کنه، مگر در این که دخترش به تحصیل و به تعلیم و به همه چیز نافام و نادان بخیزه برده خانه شوی خود، این خود باز یک اولاد درستم به این سرزمین آورده نمیتونه، این خود بده خانواده رو مداره کرده نمیتونه، این خود بازم شوی خودم نمیتونه که خوش نگاه کنه از خود، بخاطر از اینکه ما بنشان همیش جنگ و دعوا و بدالی میبود. اما اینمی حالت و تمام دیگه هم مثلا یک مقدار چیزهایی که در حالت زندگی زنها شدن، ما خود افغانستان نو نامدیم، ما خود 20 چند سال میشه دامن از این مملکت کار میکنم و ما از امروز اول هم که آمدیم دامن افغانستان ما کار کردیم امرای طفل و زن و مرد از این مملکت و از امروز اولی که ما آمدیم کار کردیم این مشکلات زنها بوده، امرای یک تعداد از اینها مردهایشان بودن، امرای تعداد دیگهشان مردهایشان نبودن. خب پس اینی مانا که اینمی چیز ادامه پیدا خوب واضحی است. متاسف. خانم سراج، این برداشت من از صحبتهای شما بسیار وحشتناک است، یعنی این زنستیزی یا عدم رعایت حقوق نیمی از جامعه توسط مردان ریشه تاریخی داره در افغانستان و نیازی هم نیست که شما واقعا طالب باشید یا نیاز نیست که واقعا شما ملا آیت الله باشید، کافی است که شما یک مرد افغان باشید و کافی است که به عنوان یک مرد افغان اون نشانه های فرهنگی گذشته در وجودتان باشه تا حقوق زنان رو نقض کنید، درست است؟ والا متاسفانه بله، تا به یک حد بسیار زیادش همین رقم است، گرچه گفتم دامن از اینا استثناءات هستند یه جای شک نیست، اما استثناءات و قدر کلان نیستن که باز استثناءات بشینن یک جامعه رو تغییر بدن، از اون خاطر بس که جامعه افغانستان نتونست تغییر بدن، مردم تغییر خوردن مگر اقتداد دیگه مردم نخورد. بسیار خوب خانم سراج، این صحبت های شما، این شاید رک صحبت کردن شما، شاید این که شما بدون دیپلماسی به اصل داستان و به اصل قضایا میپردازید، شاید این که همین لحظه شما در کابل نشستید و این گونه صحبت میکنید، شاید این که بعد از این که همه زنان از افغانستان که میتوانستن فرار کنند فرار کردن و شما فرار نکردید،
همه اینها باعث شده که شما منتقدان بسیار زیادی هم در میان زنان افغانستانی که اتفاقا تریبون و رسانه در اختیار دارند قرار بگیرید و داشته باشید. شما مورد نقدهای شدید قرار میگیرید که گویا شما به صورت بسیار 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 حرفه‌ای از طالبان حمایت میکنید، از قوانین طالبان حمایت میکنید، طالبان را به رسمیت شناختید با حضورتان در کابل. چه میخواین منتقدان از شما و دقیقاً چرا شما مورد نقد قرار میگیرید حتی از روی از سوی شماری از زنان؟ ما مورد نقد قرار میگیرم جانان. بالاخره ما این مسئله را ما بسیار سالای پیشم میفهمیدم. مثلا با به طور مثال برتون یک قصه میکنم. ما وقتی که دامن افغانستان در آمدم و شروع کردم کار کردن، از مابین گروه زنهایی که ویدم برای کلشون میگم، برای کلشون، از گروپ زنهایی که دامن افغانستان امرای ما کار میکردن و صورت عموم کلگی زنها که باز اینا وکلا بودن و وزیرا بودن و تام از اینا بودن شدن با افتاستا، این امینا اولین چیز را یگانه خواهش را که از دل جان اینا میخواستن برامدن از افغانستان. اینا نمیخواستن دامن افغانستان باشن و بسیار برشان دلچسب بود و بسیار خواهش داشتن که مثل مواره که ما دامن افغانستان است آمده بودم در دنیای بیرون زندگی میکردم، یک پاسپورت امریکایی داشتم و میتونستم برای مروت که دلم میخواست و این امیره فکر میکردن که چقدر یک چیز خوب است اگر این نام باز بتانند یک روزه بخیر به میالت. اونم روزه بخیر به میالت رسیدن، دامن افغانستان رسیدن جان. اونم روز آمد و کل از این نام بر آمد. ما براتان قسم میخورم بر تعداد زیاد از این نام بر آمدن. گفتم خوارکای من، زندگی دامن اروپا و امریکا زندگی آسان نیست، بسیار مشکل است. ما خود مرا خود کشیدن از آبان افغانستان، مرا دامن بندیخانه انداختن چیا کمونیستای وقت، مرا دامن بندیخانه ما برآمدیم. ما خودتون نبود که من از افغانستان برآمدم 1978 وقتی که آمدن کمونیستا دامن افغانستان، گرچه کمونیستای اصلی روس نبودن مگر اون کمونیستای خود ما بودن که من هم تو دلم میخواست برایم از افغانستان. من هر صورت به این صورت دلم نمیخواست از افغانستان برایم. افغانستان مملکت ما است. هر رقمش که هست مامور خوش دارم. مامور دارم و درست است. مامور میخوایم من بچه کار کنم. اما اینو بسیار آرزو داشتن. خداوند به آرزوی بسیاری از اینو رساند. یک تعدادش بسیار خوب داشتن. برای زیگه از افغانستان برامد. مگر اینو میخوایم برتان بگویم. کنمو تعداد خدا حاضر شاید است. ما نمیخوایم از دل از اونات چی بکنم. مگر تعدادشون بسیار کم تر. نسبت به تعدادی که میخواستن. ایران برتان بادم. من دیدم. ایناله یکی از دلایل است که اینا حسود ما بودن. دوم مسئله فامیلی است جان. از نقطه نظر تاریخ افغانستانم ما مربوط یک خانواده استم که خانواده ما مربوط ارتباط ما به خانواده ما ایده که گناه ما نیست اگر یک تعدادشون گناه کردن یا به نظر از اینا گناه کردن یا اگر کردن یا اگر مسئولیت مقابل ملت افغانستان نکنیدن یا هرچی که است. این دیگه از ما نباید بکشن. ما خو نیستم ما مادم. ما خونام موبا سراج است. ما دختر پدر و مادرم استم. ما یک دختر یک زن افغان استم. ما دامن افغانستان زندگی کردم. ما از دامن افغانستان که بر آمدم در 1978 این به خاطر از این نبود که ما دلم میخواست برای ما دامن بند شرقی بردن باز کشیدن من. اینی او را خو باز یک دوره دیگه کشید جا. او را خو طالب نبود. او خو مردمای دیگه بود. یعنی شما ادبه که من خود تاریخ افغانستان هستم لشکریسه. من خود زندگی کردیم جان. یک چی بسیار کلان تاریخ زندگی کردیم. من خود دیدیم مردم افغانستان برای من نمیتونن بشینن دروغ بگویم. بسید من مشناسم مردم. این باور کنیم. و اینمی خودش باعث از این میشه که من یکان دفع و باز وقتا یا آن یا نه من بشینم بتانم مسائل امورقمی که بوده و است. چرا؟ چون من شاهد و خود از امی که آدم در زندگی شاهد می باشه خود از این برادم یک قوت می ده جان. وقتی که من می فهم چی میگم و چطیات نمی گم. بسیار خوب، شما در جای صحبتهایتان در رابطه با پیوندهای خانوادگیتان صحبت کردید. من برای بیننده ها میگم که حتما همه اطلاع دارن که شما رو می شناسن، اما به دلیل آشنا شدن و تعداد کسانی که شما رو نمی شناسن، خانم محبوب سراج پیوند خانوادگی با شاهان افغانستان، امیران افغانستان، امیر حبیب الله خان و بعد عبدالرحمن خان و امان الله خان داره و امروزی که با یکدیگر در حال گفتگو هستیم نقدهای زیادی هم به
پدران خانم محبوب سراج وارد هست و هم منتقدانشان در حال حاضر خود خانم محبوب سراج را نقد میکنند. اما من به عنوان یک گرداننده فعلا برای صحبت کردن در رابطه با وضعیت حقوق زنان در افغانستان با خانم محبوب سراج بحث دارم. بحث های تاریخی من با خانم محبوب سراج بماند برای یک برنامه دیگر که اگر وقت داشته باشند حتما در رابطه با عملکرد گذشتگان افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. اما خانم سراج، ما میخواهیم که یک مطلب بسیار زیاد شفاف و واضح که شما عنوان کردید را دوباره تکرار کنم و بعد برم به سراغ سوال بعدی. شما گفتید یک تعداد زیاد از زنانی که با شما اوایل کار را شروع کرده بودند و بعد به وکالت و وزارت و بعضی از جاهای دیگر رسیدند، همه آرزو و اما غمشانی بود که مثل شما یک پاسپورت آمریکایی یا یک پاسپورت خارجی در جیب داشته باشند و بتوانند در بیرون از افغانستان زندگی کنند. همانهایی که سالها 20 سال داد از دفاع از حقوق زن زدن، داد از دفاع از حقوق بشر زدن، همانهایی که آدرس پارلمان و وزارتخانه‌های افغانستان را به عنوان نمایندگان حقوق زنان و زنان افغانستان از آن خود کردن و امروز در خارج از کشور هستند. اتفاقا ما با تعداد زیاد شان هم مصاحبه داشتم خانم سراج، همین امروز هم میگن که ما مدافعان حقوق زن هستیم، همین امروز هم میگن که هیچ کسی بیشتر از ما نمیتونه از حق و حقوق زنان دفاع کنه. اما یک سوال در همین رابطه، با تعداد از آنها که من صحبت کردم گفت که ما دلمان پر میکشه برای هوای کابل، ما دلمان باغ باغ میشه برای انار قندهار، ما دلمان داغ داغ میشه برای نمیدانم انگور شمالی، اما چه کنیم که اگر به افغانستان برگردیم ما رو خاک کشتن؟ چه کنیم که اگر به افغانستان برگردیم طالبان ما رو ترور خواهد کردن؟ شمایی که در افغانستان هستید چقدر خطر مرگ را نزدیک احساس کردید خانم سراج؟ واقعا طالبان شما و هم نوعان شما رو خواهند کشت اگر در افغانستان باشید؟ لشکری صاحب، این جمله از امو گپ های عجیب غریب است که ما مردم بسیار قابل هستیم گیره بودیم. امی خود مسئله مرگ دامن زندگی ما دامن افغانستان. کدوم وقت دامن دوره چی ریاست جمهوری از این دوتا نازنینی که پشت سر تیر شدن ما دامن افغانستان مطلق از نظر ما یک مسئولیت داشتیم؟ امکان داشت که هر روزی که در سر سرک میبریم پوچاقای ما باد شد از خاطر از این که یک کسی بم منداخت، یک کسی دیگر کار دیگر میکرد، یک کسی اشکر. من روزها راکت ها از سر ما تیر شده، روزها باور بکنین در اون زمان ما چیزهایی را دیدیم، ما جنگ ها را در پشت دیوال خانه خود دیدیم. تا من از این چیزها این ما چرا میشینم با نبکنم؟ ولی از خدا این خواهی مانا نداره، جانیش اصلا مانا نداره. امروز ما مسئولیت فردی که من میگم من ندارم، ما زنهای مملکت به صورت زن ما مسئولیت فردی نداریم. او رو من واضح و اینه مدل که داشتیم برای شما میگم، ما دربوری طالبان میگم که ما نداریم اون مسئولیت فردی. مگر در این زمان ای که ما بشینم بگویم ما خواهی رو نداشتیم، با اون زمان دیگه هم نداشتم، ای خواهی تر چیز نو نیست که برای ما نو باشه دیگه. از او خاطر ما چرا بشینم یخنه یکی رو بگیریم یکی دیگر ایلا کنم؟ چرا؟ اونا ما این ترتیب کدن دامن افغانستان چی کدن در حق ما؟ چی کدن در حق ما؟ ما خو یاد ما نرفته، من نفهم یاد دیگه مردم چطور رفته. باور بکنه ما ایران میمانم که یاد ما چرا خیلی نرفته که از یاد مردم دیگه رفته؟ همین است خانم سراج، شما وقتی در کابل مینشینید و حکومت گذشته افغانستان، نظام پیشین افغانستان را به وان نقد میگیرید، از آقای غنی و از آقای کرزی به نیکی یاد نمی کنید، از نظامشان به نیکی یاد نمی کنید، نظامی که به قول معروف میگن که آورنده عصر دموکراسی در افغانستان بود، عصر نوین افغانستان بود، حق و حقوق زنان را میداد و خیلی چیزهای دیگر، و همین امروز در کابل نشستید و یا حتی مدتی قبل که با آقای ذبیح الله مجاهد دیدار میکنید، با ذبیح الله مجاهد بله. میخندید، میگید و میخندید در حالی که زنان دیگر بله. افغانستان در روی خیابان زندانی میشن، دستگیر میشن، لتکوب میشن، شکنجه میشن، بیاب میشن، بیابرو میشن، بیزد میشن. بعد منتقدانتان میگه خب ببینید خانم محبوب سراج در دفتر آقای ذبیح الله مجاهد نشسته چای مینوشه و میگه و میخنده، از پشت پنجره نمیخواد سرک را ببینه که زنان دختران افغانستان کشته میشن. این همون نقطه ایست که شما نقد میشید. بله میفهم جان، من میفهم، مگر این نقطه متصل نقد شده میره و بعد از این هم نقد خواهد شد. و خاطر از این که در مابین تمام از این مسئله یادتان نره جان که ما هر کدام ما اما مناسبات ما امرای خود ما از کسی که هستیم، کاری که میکنیم، موقعیتی که داریم بسیار فرق داره.
انال اتراکوی شده نمیتونه که ما بشینم و فکر کنم که تمام از این مردمایی که به چهار طرف دامنه چی هستن، اینا کلشان دشمنای شخصی هستن. نیستن. و اینا کلشان دشمنای شخصی زنای افغانستان هستن که نیستن. اما اقتدادشان هستن. اینا لوتیدادی که هستن تا روزی که اونمونا دمرای ما برابر بیاین. اما این خود زندگی به هر حالت هست جان. این خود ترکایی نیست که یک گروهی کار میکنن، یک گروه دیگه ایش نمیکنن، یک گروه دیگه ایش یاد نداره. این خود ترکایی خود نمیشه. ما خود باید چشم باز داشته باشیم بفهمیم که امکانات وجود داره. ما خود نمیتونم را یک انسانی که رفتار به حد خوبم رای ما میکنه، ما را مادر میگن اینا، باور میکنه. برای این ملت برای تعداد زیادش کم طالب است، هم غیر طالب است. من مثل مادرشان هستم. و خاطر که ما اونم کردم اینا رو دوست دارم. اینا خود از خودم هستن. هورش کریسم مثل باقی ملت افغانستان. مثل باقی شما، ملت شما منظورتان شما منظورتان طالبان است. بله، طالبا هم. چرا نه؟ همینا طالبا از کجا برآمدن؟ طالبا خزری ازری چی خو نبرآمدن که اینا کلشون دفعتن طالب هستن، کلشون خارجی هستن. به ترکوی خو نیست. راستی و ترکایی نیست. امی طالب هم افغان هستن. امینام دامن از این مملکت. اینا اگر افغانستان اون زمان اجازه می دادن به بنه اول که مسئله آمدن تمام اقوام دامن افغانستان شد، اگر می طالب ها رو اجازه می دادن که دامرای مردم دیگه بخیزن بیاین، شما فکر میکنین که به میالت می بودن اینا؟ شما فکر میکنین که افغانستان اینه این مشکلات می داشت؟ به هیچ صورت. برای از این که اونم گروپ چه یادتون رفته؟ گروپ مجاهدین یادتون رفته؟ یا شما بسا جوان هستین؟ مخ یادم هستن؟ مخ گروپ مجاهدین یادم هستن؟ که اینا چی رقم دامن افغانستان در آمدن؟ اینا چی رقم دامن خیمه لوی جرگه کلشان ششته بودن و امریکای ها گپ می زدن و برای تمام سرای از اینا دامن قدی های بود پیسه دادن؟ مخ کل از رو یادم هست؟ ای خود دنبشاخ نداره جان من؟ حالا اگه جرات داریم خیلی بیاین بگوییم دیگه. ادخل شده نمید. آل اونمو گروپ مردم، اونمو مردا به یک حد رسیدن که تا بوتشان گوچی و پیرنشان پوچی و من افهم چطورشان چی کارکایی نمی بود و قرآن اگر سر سرک مدارد. با شما خانه از اینا رو دیده بوده؟ اینا چی رقم زندگی داشتن؟ شما زندگی پیشتر از اونان خبر داشتین چی رقم زندگی داشتن؟ اینا کی بودن؟ دامن از این قوم کی بودن؟ هر کدامشان پدرهایشان کی بود؟ مادرهایشان کی بود؟ خانوادهایشان چی بود؟ اینا کلشان دامن این مقه پیسه به دنیا آمده بودن لشکریسه؟ نه نامده بودن هیچ کدامشان. شما منظورتان همان رهبران مجاهد دیروز است که امروز در بیرون از افغانستان نشستند و میگویند که برای سرکوب کردن گروه طالبان ما نیاز به وقت داریم تا دوباره مبارزه کنیم و پیروز شویم. منظورتان همانها هست؟ بله. بسیار خوب. اما خانم سراج چقدر امیدوار هستید؟ چقدر امیدوار هستید که طالبان امروز، ملا هیبت الله امروز، استاد ربانی دیروز شود، سراج الدین حقانی امروز مارشال دوستوم دیروز شوه، نمیدانم انس حقانی امروز مارشال فهیم دیروز شوه، اینها چقدر امیدوار هستید که اینها هم با پولهای امریکایی که هفته وار دریافت میکنند وارد اجتماع شوند، به حق و حقوق مردم بیشتر اعتنا کنند، احترام بگذارند و امروزی شوند، فاصله بگیرند از او زندگی قرون بستایی که در 20 سال و 30 سال گذشته داشتند، 40 سال گذشته داشتند؟ اینو میکنن آستاستا. اینو باور بکنید. این خواستاستا شروع میشه. این خودم چیزی نیست که اینا یک چیزی بگوین که ما هیچ وقت به وارد را نمیریم. نه بابا، قدرت و پول و زر و دارایی و امکانات یک چیزی با چیزی است برای دنیا که باور نکنم که بسیار از اینا از این خطاب کنه. نه باور کنین نمیخوره. فقط وقت بتین شان. وقت بتین شان باز ببینیم که چی میکنه. امیدوار هستم که نکننم کار. مگر ما خو سر بشریت، سر انسانیت، به خاطر چیزایی را که ما دیدیم و بسیار باور ندارم. امیال وقت بتیشن، امیال شروع شده، امیال رشوت گرفتن شروع شده و ای باز کده چقدر حد می داشته باشه. دامن افغانستان خرشوه برد به امو گرفتن، فساد به حد رسید که باز دیگه پول امو چیش از بین رفت، امو چی میگن امو بالایش از بین رفت، او دیگه بالاترین شد، گپش به میلیون ها رسید. اما از اول شروع کردن از 1000 2000 این پسانا به میلیون ها دارن رسید. اینالی که شما بانه این مردم این کار میکنن جان،
اگر سر از اینا کنترل نباشه، اگر ما نکنیم کنترل خود ما، اگر ما نخواهیم، اگر ما بیدار نباشیم، اگر ما سوال نکنیم، اگر ما باعث از این ملت نگوییم که اتیاد کنیم، این کار رو نکنیم، اینی باید نشه. اگر این چیزا نشه، باز میشه دیگه، باز اون قسم میشه. بسیار خب، پس شما فکر میکنید باید به طالب فرصت داد تا خودشان را از وضعیت فکری تنروانه خلاص کنن، بیاین وارد اجتماع شوند، و همچنین باید این فضا را از طالب گرفت که آنها هم وارد فساد اداری و فساد مالی شوند و آنها را نقد کرد، و فکر میکنید که یک همچین فضایی در حال حاضر در افغانستان وجود داره و طالبان اجازه خواهند داد که شهروندان افغانستان با آنها نقد کنند و آنها را بررسی کنند؟ جان من، حقیقت اگه ببینیم طالب تامین نمره کلان، تعداد زیاد کلانترینش، ما میگفتم فرض کنیم، نه فرض کنیم 100,000 200,000 300,000 آدم هستن، بله همینطور. نفوس افغانستان چند نفر است؟ 40 میلیون. 40 میلیون 20 میلیون زن است، 20 میلیون شما مرد. ای چرا تک چیز شد؟ چرا ما اینا رو بانیم که هیچ کس سوال نکنه ازشون؟ چرا از اینا کس سوال نکنه؟ چرا مثل 20 سال پیشتر واری که سوال نکنیم بازم ادامه بدیم و سوال نکنیم؟ چرا نخواهیم؟ چرا پرسان نکنیم؟ نه، چه زمانتی است که شما سوال، چه زمانتی است که به سوال شما کسی پاسخ درست ارائه کنه؟ چه زمانتی است که به شما این فضا داده شده که سوال کنید؟ مگر همین زنانی که آمدن بر روی خیابان نمیخواستن سوال کنن که چرا حق ما رو به ما نمیدید؟ مگر همهشان سر از زندانهای طالبان و پل چرخی و استخبارات طالبان سر در نیاوردن خانم سراج؟ اونا سیستم سوال کردنشان درست نبود. اونا دامن میدان در آمدن، یک حکومتی که برشان صدا کردم و اول گفت که نکنین، برای اینکه اول سرشان صدا کردن گفتن جانتان در خطر است، به خاطر اینکه داعش در اینجا سرتان زور میکنه، اونا میدرن دامن میدان نکنین به خاطر اینکه باز ما بدنام میشیم. اما اینا در آمدن دامن میدان، بسیار حالا اونا در آمدن اون طرح یک سلام علام دیدن. اما اگر بازم مبارزه ما باید ادامه بدیم، این رقمی که من روان هستم، من خود روان هستم برای مبارزه. ما خو استادش نکردیم لشکری سه مبارزه، ما خو استاد نشد از هیچ نقطه نظر. ما اون مبارزه خود ما محالتی که بود ما کده رو استاد، یکی چی نتیجه میده بالاخره چی میشه نمیفهم، اما مبارزه ما دوام داره و خاطر از اینکه ما میخواهیم صدای اونمو مردم دامن افغانستان باشم که اینا اصلا صدا نداره، اینا رو هیچ کس از افغانستان نمیکشه، اینا رو هیچ کس نهی برای دک مملکت دیگه که وای تو گک زن استی، وای تو گک مرد دی خانواده استی، وای تو گک اینی دنی اینی استی، به ارتباط به ای داری ارتباط به او داری، نه هیچ کس ولگو چرت چنم خراب شد، به خدا که خبرم شد اونو مردم، و اون مردم از هر قوم افغانستان است لشکری سپ، از هر قومش، نامن از ازبک است، تاجک است، ازاره است، پشتون است، ایماق است، نورستانی است، هر کدام شکل بگوید کلش است. خب دیگه این رقم شده نمیتونه، من میخوایم اونو رو باشم، من میخوایم اونو صدا رو بکشم، من میخوایم که نمو مردم در روز دامن زندگی خود استاد شوند، با هم دیگه رو با بگوین که ما میخوایم که سرنوشت قلم بزنیم آلو، ما میخوایم که. بسیار خب، بسیار خب خانم سراج، اما شما یک دفتر در کابل داشتید و هنوز هم دارید، و دفتر شما مرکزی برای مراجعه روزانه ده ها زن، صدها زن بود و شاید هم باشه، برای اینکه مشکلات خود را به شما بگویند تا شما مشکلاتشان را حل کنید، برای اینکه فشارهایی که بر آنها وارد میشه را به شما بگویند تا شما از حق و حقوقشان دفاع کنید. من میخوایم بدانم که تعداد این زنانی که شکایت میکردند بعد از آمدن حکومت طالبان افزایش یافته یا کم شده، به دلیلی که من واقعا میخوایم بدانم که وضعیت زنان در حال حاضر، حداقل زنانی که به شما خود را میرسانن، چگونه است؟ اینه باور بکنین لشکری صاحب که زنهای زجردیده افغانستان و زنهای مظلوم افغانستان نه درجه مظلومیت از اینا فرق کرد و نه مقدار ظلمی که باقی از اینا میشد. ما دمو زمان هم زنها رو دیده بودم که اسید به رویشان پاش میشد و اینا از بین میرفتن. این امروز یک دختر خود پس هرات روان کردیم به خاطر از اینکه اگه او بتانه خود ایران برسانه، که بتانه که اقلا امو ماسکره که برای اینکه پوستی که در سر شما اسید میزنین و پوست خود کش میکنه،
وقتی کش کرد باز وقت نیمانه برای که تا وقتی که عملیات شوه و بلکل آدم قواره دیگه میشه که امو نازنین ما بتانه امو قندوله بره تا باید ایران تا یک سرزمین دیده که میتونه بشه ماسک بشه بروش که خلن منجات پیدا کنه. شما فکر میکنین که فرق کنه؟ ما خب خدا فرق شدیده باشه. اونا ما تو سیاه کبوت میان که میامدن اونا ما تو سیاه کبوت میان آلا اونا ما تو زدن و کندن و هر بدبختی که بیشتر دامن خانوادهشان بود آلام است. آلام است. تعداد چند کمتر شده یا بیشتر شده خانم سراج؟ نه بابا نه کمتر شده نه بیشتر. تشکر از خانم محبوبه سراج. تصاویر ارسالی به دلیلی که خانم سراج هنوز در کابل زندگی میکنه و صحبتهای خانم سراج قسمتی از صحبتهایشان مشخص بود که در کابل زندگی میکنه، به همین دلیل کیفیت تصاویر ارسالی هم کمی دچار مشکل است. از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم، از خانم محبوبه سراج هم سپاسگزار هستم و سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه کاکتوس پلاس با لشکری رو پذیرفت و در برنامه امروز مهمان ما بود. اگر شما هم دوست دارید که شخصی را در کاکتوس به عنوان مهمان مشاهده کنید و سوالاتتان را مطرح کنید، برای ما در همین برنامه میشه که در صفحات اجتماعی تلویزیون آشنای صدای آمریکا پیام بگذارید. سپاسگزار و خدا نگهدار.